سلام خانم دکتر، ببخشید من یک سری مشکلات دارم که میخواستم با شما در میون بذارم. چون در شرف ازدواج هستم و احساس میکنم حالم اصلا خوب نی. من 29 سالمه، متولد تهرانم، دانشگاه گرافیک خوندم. پدر مادرم از هم جدا شدن وقتی 17 سالم بود. قبل از جدایی از نظر اوضاع مالی خیلی خیلی در سطح بالایی بودیم. بعد از جدایی همه چیز عوض شد و من مجبور شدم از 18 سالگی هم درس بخونم هم برم سر کار درسم و فقط تونستم با فوق دیپلم بخونم. مادرم دوباره ازدواج کرد با یه آقایی که از خودش کوچیک‌تر بود که اونم بعد 3-4 سال دوباره جدا شدن با کلی دعوا و مکافات. من هم میرفتم سر کار، هم خواهرم که از من 1 سال کوچکتره. من اصلا با پدرم در ارتباط نیستم ولی خواهرم هست. بعد از چند سال مامانم 8 گرد یه خونه خرید. ما هم مجبور شدیم بریم اونجا. ولی من و خواهرم فقط 6 ماه دوم اومدیم. بعدش اومدیم تهران دنبال کار. 3-4 ماه تو آفیس یکی از دوستای من زندگی کردیم با کلی استرس. بعدش یه خونه پیدا کردیم. البته خونه که نه، لونه موش. اونجا شروع کردیم به زندگی. من بودم و جمع کردم و اومدم ترکیه. یه دوره زبان گذروندم. توی این مدت هم با یک آقای ترکی آشنا شدم که خیلی آدم خوبیه. 2 سال هست که با هم هستیم و این شهریور قرار ازدواج کنیم. ولی من یک سری مشکلات دارم. یه روز خوبم، یه روز بدم. من بعضی وقتا دوست دارم هیچ کس نباشه، من باشم. فقط و فقط من تنها. دوست دارم هیچ نسبتی با کسی نداشته باشم. بعضی وقتا دوست ندارم هیچ کاری بکنم. 1 هفته نمیرم همون، همش تو تختم. بعد احساس میکنم الان همه دارن اتم میشکافن ولی من از همه عقب افتادم. تو زندگیم هیچ کار مفیدی نکردم. بعد عصبی میشم. بعضی ها رو اصلا دوست ندارم. این افراد ممکنه کسانی باشن که من اصلا تا حالا ندیدمشون. جدن همش حسادت میکنم، جدیدن همش حسادت میکنم. اعصابم خرد میشه. یکی از من بهتره. دوست دارم با پارتنرم دوست باشم ولی باهاش هیچ رابطه جنسی نداشته باشم. بعضی وقتا اونقدر ازش بدم میاد که دلم میخواد ول کنم برم. از گریه خوشم میاد، از گربه خوشم میاد. گفتم بگیرم، شاید حالم خوب بشه. بعد دیدم اعصاب مسئولیت ندارم. کلن دلم نمیخواد هیچ مسئولیتی داشته باشم. تو زندگی میخوام خودم باشم. حال ندارم واسه خودم چیزی درست کنم بخورم. منو اینا میخورم ولی هر روز میرم باشگاه. از سر و صدا و شلوغی، از ترافیک، از ازدحام جمعیت متنفرم. دوست دارم از پولای خودم خرج کنم. نمیخوام از شوهرم پول بگیرم. از بچه ها متنفرم، از قیافشون، از سر و صداشون. وقتی بچه داره شیر میخوره حالم به هم میخوره. دوست داشتم توی زندان انفرادی بودم، من و خودم و اینترنت. همین، همش احساس میکنم این زندگی حق من نیست. من باید بهتر باشم. از جمع فامیل بیزارم. کلن از بیرون رفتن خوشم نمیاد. من شبا چراغو خاموش میکنم چون از نور خوشم نمیاد. همش احساس میکنم اگه پول داشتم خوشحالتر بودم. میرفتم کلاس، میرفتم بیرون، ولی چون ندارم ترجیح میدم بشینم تو خونه. من اگه اوضاع مالیم خوب بود اصلا ازدواج نمیکردم. یه خونه میگرفتم، خودم با خودم زندگی میکردم. همش احساس میکنم به خودم بدهکارم. دوست دارم مال اون باشم. به اون از بپرسم. دلم واسه خودم میسوزه. ببخشید که سرتون رو درد آوردم. ممنون میشم راهنماییم کنین چون شهریور دارم ازدواج میکنم و نمیخوام به زندگی یک زندگی مشکل داره دیگه داشته باشم. با سپاس از شما. مهربانی من، نه شما کالای ازدواجی هنوز نه کالای مادری، شدیداً افسرده. تمام علائمی که گفتی شما نشونه افسردگی خیلی جدی و شدید و مزمن که سال هاست شما گرفتار این افسردگی هستی. قبل از اینی که شهریور بشه، قبل از اینی که ازدواج کنی، لطفاً هرچه زودتر به روانپزشک مراجعه کن. شما خیلی مشکل جدی افسردگی داری و ازدواج مطمئنن راه حل نیست و یک نفر دیگر قربانی نکن.
فردای ازدواج شما پشیمون، امکان پشیمونیت خیلی زیاده، برای اینکه مودت بالا پایین میشه، حال روز اصلا خوبی نداری و خودت هم میدونی که این ازدواجت فقط از رو ناچاریه و یا از روی دسپریتی و نیازمندی. همش 28 سالته، چرا نباید رو پای خودت باشی؟ ولی چون افسردهی نمیتونی بکشی، پا نمیشی، خوشبختانه جیمو میری، این خبر خیلی خوب بود، ولی این حس کمبودها، حسادتها، حس عقب ماندنهای تو، این حس بیحسی تو، حس انزجار تو، حس حتی دوست نداشتن بعضی روزا، حتی همسر آیندت، اینا همه نشانه های افسردگی شدیده. شما قبل از اینی که ازدواج کنی حتما کمک بگیر، کمک حرفه‌ای. شما باید هم روان پزشک ببینی، هم روان کاو و روان شناس ببینی، تا اینکه اگر متوجه بشی، تا قبل از اینکه بله بگی، اول خودتو پیدا کنی، ببینی اصلا میخوای ازدواج کنی، آیا این ازدواج درسته اصلا، یا اینکه نه، زودتر میتونی تصمیم دیگه ای بگیری، بعد اون وقت بله رو بگو. فعلا به نظر من یه تأخیری بده به ازدواجت، برای اینکه شما با ازدواجت هم خوشبخت نمیشی با این حال روزی که داری، اون مردم طبیعتا خوشبخت نمیشه. کمک حرفه‌ای هر چه زودتر بگیر عزیزم، تا ببینیم اصلا میخوای ازدواج کنی، شرایط ازدواج داری یا نداری از نظر روحی روانی، و بعد بله رو بگو. مواظب خودت باش و گود لاک عزیزم.